آموزش سعه صدر، تحمل یکدیگر و تفاهم. مصاحبه خانم مرضیه با صدای مجاهد، 26 مهر 1376. حرف شورا و حرف ملت ایران، این ملت آزاده و شریف یک چیزی بیشتر نیست. اون هم سرنگونی این رژیم. و اصلا شورا به همین خاطر تشکیل شده. اما در مورد خود اجلاس مطلب شایان توجه که دا به حال هم فرصت گفتنش نبوده. اون دموکراسی به عالی ترین شکل و واقعی ترین صورتی است که برقراره. این که در حد اعلا اعضای شورا سعی صدر به خرج میدن و با دلسوزی تمام درباره منافع مردم ایران بحث و فحص میکنن، علارغم این که اختلاف و جدل هم دارن و نظرهاشون یکسان نیست، ولی با تفاهم کامل و تحسین برانگیزی که سزاوار و شایسته این مقاومت و مردم ایران عزیز هست، میشینن حرفای همدیگر رو گوش میکنن، بررسی میکنن. حقیقت مهم میرم که من باید به اون گواهی بدم و بایستی خدمتتون بگم و دوستان دیگه هم بهش اذعان دارن، اینه که همه اینها رو ما به واسطه وجود مسئول شورا و به واسطه وجود سردار بزرگ یعنی مسعود عزیز داریم. از ایشون آموزش میگیریم که همدیگر رو تحمل کنیم، تفاهم به خرج بدیم و نظرات دیگران رو اگر هم قبول نداریم بشنویم. تمام اینها رو مسئول شورا با مایه گذاری از خودش فراهم میکنه. میخوام بگم این شورا که مظهر دموکراسی و بردباریست، محصول همان طبع بلند و اون ایمان و عشق بی‌نظیر مسعود به آزادی مردم ایرانه که همه را به همین سمت متوجه میکنه و روح تفاهم و دوستی رو اشاعه میده. این مژده بزرگ به مردم ایران. با چنین رهبر و سرداری که در راه دردهای دیرینشان شفا پیدا میکنه و آزادی و تفاهم و دوستی و محبت جایگزین استبداد و تفرقه و انحصار طلبی میشه و ایران با چنین سردار و مدافعی زیباترین وطن میشه. Thank you.
من خیلی سپاس فراوان از شما دارم. همینطور که بهتون عرض کردم، من به خاطر شما از 7-8 هزار کیلومتر اومدم، واقعا به خاطر شما، و انشالله امیدوارم که خداوند خودش تقدیر کنه با این همه کوششی که خود شخص خانم دارن میکنه و با این همه کاری که تک تک مجاهدین دارن میکنن. حالا از هر گوشه، از هر گوشه و کناری، پس سیاسیش گرفته تا نمیدونم چه تک، همه من ایسل مجموع برای دست به دست هم دادن. انشالله که خداوند توفیق نصیبشون کنه و اون خواسته ای که باید برسم که خواهم رسید انشالله برسم. خوش آمدید خانم مرضیه، خیلی خیلی عزیز. دلم میخواد با این هدیه که شما آوردین شروع کنم از اولین صحبت‌های مسعود وقتی که شما رو دید. اگر یادتون باشه گفتش که بچه‌ها بفرمایید این هم مرضیه، هدیه بزرگ و ارزشمند خدا به مقاومت ایران، به ارتش آزادی ستان و به تمام مردم ایران. یادتون هست؟ گفتنی ها زیاده، خوبه که بپردازیم به مسائل دیگه و استفاده کنیم از حضور خانم و از حضور تک تک خواهران مجاهد و برادران مجاهد. من 7000 کیلومتر رو به خاطر خانم برگشتم، به خاطر خانم آمدم و به خاطر خانم ماندم و به خاطر مسعود هم ماندم و به خاطر از صدر تا ذیل مجاهدین. من به سردار بزرگ گفتم به ایشان و ایشان منو متعهد کردن راجع به این که در کنار مرگم در میدان آزادی باید مرگ ظالمان و اذان رو بخونیم.
من به سردار بزرگ قول دادم بهشون که اگه تیغ به سرم بباره بنده هستم، بودم و هستم و خواهم بود تا انشاءالله بتونم قولی که به سردار بزرگ در 4 سال قبل بهشون قول دادم پایبند تعهدم باشم، که انشاءالله خدا قبول کنه. اون ذره که در حساب ناید ماییم. اگرم کاری رو انجام دادم براتون و در آینده انجام بدم، خواسته دلم بوده، برای که عاشق مجاهدینم، دوستشون دارم، احترام دارم بهشون. والله عادت کردم به خدا، بچه هم میگن که تو اینقدر که اینا رو دوست داری ما رو دوست نداری، ولی نه، گفتم شما جای خود داره، عزیزان من هستین، عاشق جفتتونم هستم، ولی خب به هر حال بهتون بگم که من عادت کردم و یه حقیقت رو واقعا بهتون بگم، عادت کردم. به هر حال من خواستم همین یکی دو کلمه گفته باشم. انشالله امیدوارم بزرگوار ما که حضور غیبی داره هر کجا هست به سلامت دارش و انشالله هرچه زودتر دیده به دیدار دوست باز کنیم، که برای تک تک ما خیلی خوشحال کننده است. مضافم به این که من عاشق مسعودم. هزار بار خدا رو شکر که ما مجددا خانم مرضیه رو سالم و سرحال مثل همیشه، البته با عزم و اراده‌ای بیشتر محکمتر از قبل می‌بینیم. الان گفتم چشم آخوندها کور که خانم مرضیه رو هر روز نسبت به روز قبل‌تر سالمتر، سرحالتر و مصممتر ببینم. به هر حال خیلی خوش آمدین خانم مرضیه، خیلی زیاد. 15 سال پیش که من آمدم خدمت خانم و خدمت بیشماری از خواهران و برادران مجاهد، من خودم نمیدونم چی دیدم و چه گذشت که رفتم به ایران و برگشتم. حتی بیشماران برای من گفتن که ما گفتیم که به خانم گفتن که خواهر مریم مرضیه بی خود گفته بر نمیگرده، و خانم با قاطعیت هرچه تمامتر گفتن نه بر میگرده. حالا به هر حال من 7500 کیلومتر رو به خاطر وجود مریم رجوی آمدم به این دیار. مسعودو که دیدم عاشق شده. بله، من خانم به من گفتن که یه برنامه میخوایم اجرا کنیم. گفتم من اول باید برم آقای رجوی رو ببینم. درود بر شما. ما رفتیم به بغداد و خب سردار بزرگ رو دیدیم و ما اونجا برنامه اجرا کردیم. حالا کسی که 15 سال نخونده، کسی که 15 سال اصلا، من فقط گوشه اون ده زندگی میکردم. من اونچه که انجام دادم که خوشبختانه در توانم بود و روی عشق و علاقه انجام دادم و کار کردم. بسیار متاسفم، بسیار بسیار متاسفم که این 2 ساله اخیر بعد از المپیا من نتونستم برای این دستگاه کاری بکنم.
چون همه کار کردی؟ نه نکردم قربون، نکردم. به هر حال سپاس فراوون دارم، همیشه براتون هستم. از خانم خیلی خیلی ممنونم، برای اینکه منتهای محبت رو به من همیشه کردن، منتهای التفات داشتن. چون من با خواهر شهرزاد به من تلفن کرد، گفت خواهر مریم میگن که کی میایی؟ گفتم که میگم یه ون برام بیارن، صندلی هم بذارن، سوار میشم فردا میام. مثل که به خانم گفتن فردا خودشون اونجا حضور داشتن، منو شرمنده کردن. من وقتی که پری روز دیدم که از پله تونستم بیام پایین که برم به دکتر، دیدم که گناه کبیره است اگر من نیام اینجا. به بعد به خواهر بعدی گفتم فوری به خانم به نظرشون برسونید که بنده آمادم که بیام اونجا خدمتتون، ولی تمام خواهران و برادران و مجاهد همشون باشن، برای اینکه من دلم برای تک تکشون تنگ شده. در حال سپاس فراوان از شما دارم، خیلی اظهار تشکر میکنم. امیدوارم که سردار بزرگ هر جا هست در پناه حضرت شاه نعمت الله ولی باشه، سلامت باشه، به قول شیرازی ها باکیش نباشه تا ما چشممون به جمالش روشن بشه. کس که درد آزادی و مردمش و وطن رو داشته باشه، دوری از وطنش و دوری از مردمش و خاکش. زندگی در غربت و هجرت بسیار براش سخته، از جمله برای شما، ولی شما هر بار در مقابل این سختی ها مدار جدیدی رو در واقع از ابتلا و آزمایش در نوردیدید. اون روز، یعنی روز آزادی مردم ایران، مطمئنم که فرا خواهد رسید و اون وقت ما گفتنی زیاد داریم، مردم ایران هم گفتنی زیاد دارند تا قدر شناسی کنند از هنرمند رزمنده و شایسته مثل مرضیه که قله های جدیدی از هنر و مبارزه رو در هم آمیخت، عرضه کرد و تبدیل به الگو و سمبولی شد برای تاریخ ایران و هنرمندان ایران. خیلی اظهار تشکر میکنم از شما، از تمام مراهمتون و از تمام دورانی که منتهای التفات و محبت و سردار بزرگ شما و تک تک مجاهدین و افراد اعضای محترم شورای ملی مقاومت به من داشتن، من سپاس فراوون دارم. مطلب دیگه ای ندارم بگم، برای که تمام گفتنی ها رو شما گفتین و بیش از اون چی که باید بگین گفتین. سپاس فراوان دارم. خیلی خیلی خوشحال شدم که دوستان نازنینم و خواهران مجاهد عزیزم و برادران نازنینم و اینجا دیدم. اسباب خوشحالی منه و من به هر حال جز اینجا جایی رو ندارم که تسکین بده ناراحتی های منو، ولی به هر حال ناراحتی ندارم دیگه. به هر حال قربون سپاس فراوان دارم. من یک نامه ای از سردار بزرگ دیشب خوندم، بلکه من دیشب از سر تربت این دختر می آمدم خونه. به قول شما مجاهدین که میگن به هم ریخته، به هم ریخته شده بودم. لغت دیگه هم قشنگتر از این به هم ریخته نیست، مثل که شما دستچین کردیم. برای وقتی اون نامه رو خوندم، یکی از دامه‌هایی که از قدیم برای من فرستاده بودن، اونو خوندم، خیلی آرام گرفتم. واقعا آقای دکتر هزارخانی آرام گرفتم.
این نامه را که خوندم، دیدم که راه دیگه جز این که او میخواد ندارم و شماها میخواید و خانم میخواد ندارم. باید هم اون جوری باشم که شماها میخواید، نه اون جوری که خودم میخوام، بلکه خودم بخوام سر بخورم میرم پایین. برای